سلام علیکم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا جان. سلام. اگه نگفتم که دیگه این آقا جان میدونین آقا جان این گاوه ماه آخر باردارشه، پدرم خدا بیامرز همیشه ماه آخر بارداره گاو کمه شد، شبا براش دتار میزد و میخون، هم پرشیر میشد هم خوش زایمان، تازه گسالش هم ماده میشد آقا جان. دیگه برای خدا تعیین تکلیف نکن، هرچی که خواست خودش بود، نر یا ماده. البته آقا جان شما درست میگن، خواست خداست، انشالله که ماده باشه. لا اله الا الله. آقا جان چرا ملنگه؟ یه سگ افتاد دنبالم، خام رفت رو سنگ. سگ نبود حیوان که، استغفر الله، خود شیطان بود. نه از تو چه پنهون، مردم و زنده شدم. گاز تو نگرفت؟ نباده که هار باشه. نه گاز نگرفت. آقا جان من 100 دفعه به شما گفتم که یه چوب دستی بگیرین دستتان، یه وقت شغالی سگی چیزی بهتان حمله کرد، بچرخونین دور سرتان، بزنین تو فرق سرش. ده یه کاره همون بهتر که نداشتم، همینم کم مونده بود که اون زبون بسته رو ناکار بکنه. چطوری فرارش داده؟ خودش رفت. ولی سیاه بود، سیاه و درشت. خب سیاه باش آقا. نه حکمت داشت، شب و ناغافل و یه سگ سیاه، یعنی هشدار، یعنی یه اشتباه. و استغفر الله زبانم لال، یعنی یه گناه. آقا جان ببینین چه عمل ثوابی انجام دادین که بلا ازتون دور شده. چی کار کردم؟ چه خبطی کردم؟ آقا جان. بله. امروز رفته بودم برای تمدید مجوز. خب چی شد؟ تمدید نمیکنن که نمیکنن. آقا جان شما که مهربونی رو در حق من تمام کردین، اما اگه اجازه بدین تا این اعتبار مجوزم تمام نشده رفع زحمت کنم. اینطوری برای شما هم دردسر نمیشه، مکافات دارم. میدونین که آقا افغانی بدون اعتبار مجوز باشه برای شما دردسر میشه. از این حرفا نزن حبیب جان، مجوزت که هنوز اعتبار داره، تا یک ماه دیگه هم خدا بزرگه، اجالتا روزی من و تو هم از این زمین و گاو و گوسفند داره در میاد. مگه نمیخوای شیربه های ستاره تو بدی؟
اومدم. آقا من باز میکنم. نه حبیب جان، من خودم باز میکنم. کیه؟ منم، صابر. عمو صابره. اومدم. سلام علیکم. علیکم السلام عمو صابر، شب بخیر. شرمنده، مزاحم شدم این وقت شبی. مراهمی؟ بفرما تو؟ نه، یه زحمت دارم فقط. حالا بیا تو، زشت نه طلبکارا جلوی ده. بفرما نه تو؟ جون شما، تعارف نمی کنم. راستش عجله دارم. خیر انشالله. چی بگم آقا رحیم، با خدا دلم خونه از دست این دوماد. بعد از قائله دوز گرفتن دیدم دخترم و دومادم پیداشون نشد، دلم شور افتاد. رفتم مخابرات زنگ زدم، دومادم گفت دخترم پاش درد میکنه. گفتم چرا؟ گفت پله افتاد. ای بابا، شما که خودت بهتر میشناسی ناخلفه، دست بزن داره. دلم شور میزنه، گفتم برم بهش سری بزنم. میخوای منم باز بیام؟ نه میرم، بلکه فردا رم بمونم پیششون تا دختره رو دکتری درمونگایی ببرم. شوهرش که در فکرش نیست، از بس دل گنده است. فقط ترسم از اینه که فردا مرده مردم رو زمین بمونه. اینه که مزاحم شما شدم، چون دیدم کسی دیگه ای نیست. میدونم به خدا سختتونه، همین ماهی یه بارم که میان یه مرده رو قسم میدین، بعدش حال روزتون رو دیدم. ولی چه کنم، کسی دیگه ای نیست که بهش بسپرم. خیلی خوب، خیلی خوب، نگران نباش، کلیدا رو بده. خدا خیرت بده، خدا عمرت بده، به شرطی که با عزت باشه. کسی که ماهی یه بار میاد این مستحب رو به خودش واجب میکنه، حتمی عمرش با عزته، چون آخرت رو در نظر داره. پناه بر خدا. خیلی خوب دیگه مصابر، برو خیالتم تخت بشه، فقط ما رو بیخبر نذار. اگه کار دیگه هم داری بگو ها، این دوا دکترم خرج داره. پول مول داری همراه؟ آره دارم به خودم. چرا تعارف میکنی؟ یه دقیقه صبر کن الان میام. نه جون شما، دارم. ببین اگه تعارف کنی مدیون منی. من دیگه رفتم. نه مال اون دستای چرب و چلیتو به اون آلبوم. آخه با تو باشه تا صبح میشینی آلبومو نگاه میکنی، اون وقت همش عکس میریزی. چیکار به من داری؟ بشین چرب خیاطی تو خراب کن. بشکنه دستی که نمک نداره. من با اون همه خستگیم اومدم کار شما رو راه بندازم که شما به دوخت لوزتون برسید. اون وقت اینجوری زانوی غم بغل نگیر. پاشو پاشو، خدا را شکر کن که دخترمون عاقبت به خیر شد. میترسم عباس. بی خود نگرانی، اصلا فکرشم نکن. این چیزی میگی ها؟ آخه مگه میشه؟ بله میشه. همیشه آرزوی این روزا داشتم که فریبا یه شوهر خوب بکنه. حالا که شده همش دلم شور میزنه که مبادا. بی خودی دلت شور میزنه یا مبادا فلان. اگه خودمون بگیم چی؟ اصلا فکرشم نکن. نه شما درست میگین، این چرخ خیاطی درست بشون نیست. یه چیزی بگم بابا، ناراحت نشی. نه بگو. اگه تالم درست شدنی بود دیگه نیست. دست شما درد نکنه، تو هم که شدی این مادرت. خدا وکیلی دروغ میگم، از که تالا شده شما دل روده یه چیزی رو بریزی بیرون بتونی درستش کن. نشد، حالا هندونه بخور. اگه تو نباشی کی برای ما هندونه بیاره؟ اونم با اون خنده قشنگ. صبح شما بخیر خانم لاله. صبح شما بخیر آقا موسی. ای بابا، صبح به این قشنگی این چه قیافه ایه خانم لاله؟ نان را، هوا را، روشنایی را، بهار را از من بگیر، اما خنده ات را هرگز.
گوش کن به حرفای پابلو نرودا. لبخند بزن دخترم، نگران نباش. خیلی دلم میخواد، ولی گاهی اوقات شاد بودن سخت‌ترین کار دنیاست. نه 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 نه، اگو این حرفو. ببین دخترم، ما هممون، یعنی شما، من، تمام آدم‌هایی که اینجا زندگی میکنن، تک تکمون یه گنج بزرگی داریم ولی قدرشو نمیدونیم. خب حالا میشه آدم یه گنج بزرگی داشته باشه ولی قدرشو ندونه؟ کدوم گنج؟ بابا لحظه بعد، لحظه بعد دخترم، لحظه بعد. ببین همین که برا ما یه لحظه بعدی وجود داره، این خودش بزرگترین گنجیه که ما تو دنیا داریم، چون کافیه توی همون یه لحظه بهترین تصمیم دنیا رو بگیریم. چشم، سعی میکنم قدرشو بدیم. خوبه، حتما سعی بکن. راستی خانم لاله، اون کتاب رو خوندی؟ بله بله، اتفاقا خوندمش، اتفاقا خیلی جالب بود. ببخشید همین روزا میارم خدمت. باشه باشه، هر وقت هر وقت، اصلا عجله ای نیست. هر وقت شما پس آوردی ما پس میگیریم. فقط یادت باشه دخترم، هر چه زودتر پسش بیاری، اون وقت لذت خوندن کتاب جدید زودتر نصیبت میشه. از شما درد نکنم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. راستی ببینم دخترم، این آقا کریم رو ندیدی امروز؟ نه، ندیدمش. عجیبه، آقا کریم خیلی خوشقول بود، ما امروز یه قرار با هم داشتیم. عجیبه. آره منم منتظرشم. بله بله بله، همینه، درسته، میبینم که منتظرش، بدجوریم منتظرش هستی. آی جوونی، کجایی که یادت بخیر. آی جوونی کجایی که یادت بخیر. ای دلن در بند زلفش از پریشانی منال، مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. ای بابا. همینه، همینه دخترم. الو کیان، آخه من چی به تو بگم؟ آخه وقتی مسیج فرستم بود، حالا یه چه گن زدم. سرنگ اونجاست؟ خیلی خوب، قطع کن برو. چی شده؟ ناراحتی؟ نمیدونی چه گاپی دادم سال، گاپ گنده ای دادم. اومدم واسه کیان یه جو که بیمزه بفرستم، اشتباه فرستم برای سرنگ کیان. حالا هیچ، باید تا ابد در جواب پس بدم. بابا بیخیالش. چی رو بیخیالش؟ بازی برزیلو دیدی؟ جون من حال کردی؟ حالا یه گل زدین، ای بشین کوری بکنم. بازی قشنگی بود، بعد از اون باخت کذاییمون حالا یه خورده بهتر شد. فراموشش کن. حالا بازی بعدی رو میخواین چی کار کنی؟ حتما میخواین بشینین بزنین تو سرکله خودتون. آره؟ خدا رو چی دیدی؟ شاید هم زدیم. اونم به پرتغال؟ آره، مگه اشکالی داره؟ امیدواری یه چیزیه، خود گول زن اگه چیزی دیگه. ببینم راستی از تیمتون چه خبر؟ فعلا که یکی یک دونه ما لااقل پاش به توپ جام جهانی خورده. چهار تایی شما که نیمکت نشینن. صبر داشته باش، از قدیم گفتن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. پیر مرد، پیر مرد باباته. ببینم مگه تو امروز زور اینجا با کریم قرار نداشتی؟ آره آره اومد. نه وقتی تو هم نیومدی فکر کردم قرارتون به هم خورده. آخ با این حواس پرتم، باید باش تماس بگیرم.
چی میخونی؟ اگه خوبه بده من بخونی. به دردت نمیخوره، برات بد آموزی داره. نخوندیش که؟ خوندیش؟ با عزتون 20 سال پیش داشتیم میخونش، حوصله سر نره. درزم کتاب سختیه، بپا به در دیوار نخوری سالا. گیجت میکنه. بابا چشمم روشن، مثل که سرگوشت داره میجنبه. نداشتیم خاطره باز که اینقدر عزیز بوده. معلوم هرچی بوده خوش سلیقه هم بوده. تفلک کلی به خرج افتاده. سیاکاری نکن سالار، این سلیقه سلیقه یه خانومه. کاری نکن وادارت کنم اعتراف کنی ها. مرجان اینجا بود، یه هفت از برگشته، اومده که بمونه، از شوهرش جدا شده. تو میگی کی قهرمان میشه؟ من میگم که برزیل یه پای فیناله. میگفت که خیلی بهت بدی کرده. حسابی فکراتو بکن، اگه خواستی یه شرط گنده ببندی. میخواست حلالش کنی، گفت که روش نمیشه باهات تماس بگیره. بله مطمئنم راست میگه. الو سلام، از بنده است. شما خسته نباشی. ممنون. بله قربان، خودم هستم. فرمایش. بله بله، گوشی مال خودم بوده. بله من دادم آقای کریم سرپولکی. ببخشین طوری شده؟ بله ممنون. خیلی ممنون. قربون شما. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ من باید برم، کار دارم. خداحافظ. به سلامت. سلام عمو صفته. سلام علیکم، هوا فرده. خسته نباشی. قربونت برم. ببینم عمو صفته، از کریم خبری نداری؟ از دیشب تا حالا نه. طوری شده؟ نه، یه قراری داشتیم نیومده، یه ذره ریختم به هم. شک نکن مشغول یه بازیه. میگم آقا پرتو، تا این آدم بیاد شیش گنگ در خدمت شما باشه دول میکشه. گاماز گاما. خیلی خوب. دیدیش؟ بگو یه زنگولی به من بزنه. چشم رو چشم. یه تلفن به من زده، یه حرفایی زده که یه ذره ریختم به هم. اگه تونستی یه زیر زبون کشی ازش بگو. باشه رو چشم. قربونت. قربونت برم. دادم به جلو گردنشو میشکنم. نه این شب داره کریمو دیدیم. خدا ندیدمش، دستمو شکنم. با من قرار داشت نیومد. چی؟ دیشب ببین اچه پر رو داره هم دیگر رو میبینی. دعا کن باره بعد ندیدمت به نفته. آره بابا ببین
اگه پیداش کردی بهش بگو که ما همه جا چو میندازیم که جا زدی. گرفتی مطلبو؟ حالا شما رفتی، بفرما. بی خیال. خوش اومدی. چوبه چرا میشکونی؟ آه دیگه افرازم میریم بابا بیا! الهی که من فدای تو بشم، الهی که من قربونت برم، من الهی که برم قربون اون چشمت. تو که منو کشتی، تو که منو نابود کردی، ده یه چیزی بگو، ده با مرام یه حرفی بزن. من کی باید فدای تو بشم ها؟ تو خودت بگو من کی باید قربون تو برم ها؟ نکنه با ما قهری کلک ها؟ جون من، جون غلام، جون غلام فقط یه بقبقوی ناقابل. ده جون من بگو، ده جون غلام یه بقبقو قربون تو برم. ماشالله ماشالله ها؟ سلام. سلام. از کریم خبر نداری؟ نو. دیشب تا حالا پیداش نیست. فکر کنم سنگین باخته جیم زده. یعنی بی خبرم من. حالا که طوری نشده پیداش میشه. من فکر کنم رفته تو کوک یک پروژه 20 دیگه. تو که خودت میدونی کار دیگه. بعد زاغسی یا چوب زدن اینجور پروژه ها یکی دو روز وقت میبره دیگه. یعنی بی خبر از تو دیگه. شما که همیشه با هم کار میکردی. راستش چرا؟ یه پروژه هم داریم با هم، بعد اونم دو سه روز دیگه است. ولی کریم میگفت دنبال یه دونه بهترشه. گمون کنم الانم دنبال همون باشه. غلام جون کریم راست میگی؟ دختر ناراحت میشم و اصلا دروغ تو وجود ما نیست. باش تو هم خیالت تخت تخت باشه، منم از امروز میفتم دنبالش. اگه خبری شد جلدی میام بهت میگم. خوبه؟ حالا تو هم برو. ده گفتم خیالت راحت، ده برو دیگه. برو. یعنی کجا میتونه غیبش زده باشه ها؟ ضربه مغزی بوده قربان، تو راه تموم کرده، 100% ماشین میزده.
شناختینش جناب سروان؟ خدا رحمتش کنه. کریم سرولکی. مطمئنین؟ اون آقایی که رسوندش بیمارستان ندیده کی بهش زده. موبایلش هم که خورد شده بود. ولی سیم کارتش سالم بود. شماره ای هم تو سیو نشده بود. پیش گرفتیم دیدیم سیم کارت به نام شماست. اون خط خودم بهش داده بودم. البته از طرف اداره. خونه‌شون رو بلدین؟ بستگانشون رو می‌شناسین؟ طفلی هیچ کس رو نداشت. هیچ کس. جناب سروان، حالتون خوب نیست؟ دیگه چی داشت؟ اینا. ببخشید جناب سروان، اینا زمینه پرونده است. نمیشه اینا رو دادن پرتو. زنگ بزن بجوام سرهنگ کیان بگو دادم بهداد پرتو افسر اداره آگاهی. پس لااقل رسیدش و آدرس محل تصادف و آدرس اون بند خدایی که رسوندتش بیمارستانو بده. آخه جناب سرهنگ شما مثل اینکه تو حالا توصیف من نشیندی. عجله کن. ممنون. از بس که گفتم شبا چای هندونه نخور. هر روز اول صبح کارم شده شستن لباساتو پنگ کردن تا شکل تو افتاد. من که کلفت تو نیستم. قربونت برم شیرین زبون. کمش کن این بد نقصم صاحب و سلام رفتی که با صدا تو انداختی پس کلت. اینجا خونه است نه گاراژ. صد رحمت به گاراژ. اینجا کار اون سر و سنگیه. کولی بازی در نیار اکبر. برو برو بشین پای بساته. برو سنانه نده زالزالک. فرهاد فرهاد کم کن اون مایه سرسامو. نشنیدی صدای ابوالمرافع رو؟ ابوالمرافع هفت جد آبادته. آدم صد تا دختر کور داشته باشه بهتر از یه پسر خروس جنگیه. وای نگین تو رو خدا ملوک خانوم. بچه خیلی عزیزه. چه دخترش چه پسرش. نوای شما هم که ماشاءالله جفتشون گلن. هم فرهادت هم شیرینت. الهی قربون قدش برم. نگاش کن خیلی شیرینه این شیرینت. هم اینا پیرم کردن دیگه. بیا مادر چایت سرد شد. گم ملوک خانوم اجازه میده این شیرین شیرینم امشب هم بیاد پیش خاله مریمش؟ تو اصلا بشه دیگه دختر مریم خانم. منم از دستت راحت میشم. همسایه ها بارف یه دقیقه صبر کن موسیو. بارف بابا بارف. بسم الله. سلام سلام سلام. سلام موسیو. سلام سلام. سلام موسیو خسته نباشین. درمونده نباشی خانم مریم. سلام موسیو. علیک سلام به شیرین ترین نوه دنیا. تقدیم با احترامات فائقه به سرگل همسایه های این خونه سرکار درمونده. خانم ملوک نازنین. این گلم خدمت شما دوشیزه کوچولوی شیرین زبون. دست شما درد نکنه. قابل شما را نداره. من همه گلایی که تا حالا به هم دادینا خوش کردم و نگهشون داشتم. آفرین آفرین همین درسته. این رسم محبوبه های دنیا است. به خدا که سهم هیچ کی و هیچ کس دیگه نمیتونه بخوره. بفرم. دست شما درد نکنه. نوش جهان. میگم این کریم آقا کجاست؟ دیشب تا حالا پیداش نیست. غلام هم ازش خبر نداره. افتاده پیش تو کوچه ها. ای بابا این خانم لاله بدجوری نگرانشه. سر کوچه منتظر نشسته. البته حقم داره. اگه کریم آقا اینقدر خوشقول نبود خب منم نگرانش نبودم. ما امروز با هم یه قراری داشتیم. عجیبه پیداش نشد. منم دلم بدجوری شورشو میزنه. سلام.
سلام. شما امروز کریمو ندیدی؟ نه ندیدم. آخرین باری که شما دیدی کی بود؟ از دیشب تا حالا اصلا خونه نیومده. خب موردی نداره، نگران نباش، پیداش میشه. راستی اگه کریمو دیدی بهش بگو جلدی خودشو به هم برسونه، کار واجبی باشه. چشم. پیداش میشه. خب کجا ممکنه رفته باشه؟ اونم بی خبر. راستش این کریمی که من میشناسم آب نمیشه بره تو زمین. مگه اینکه گرفته باشنش. ولی عمرن کسی بتونه کریمو گیرش بندازه. از کجاست؟ اگه گیر نیفتاده پس کجاست؟ نکنه بلای سرش اومده باشه. تو هم خودت ناراحت نکنی که پیداش میشه. میترسم یه بلایی سرش اومده باشه. بابا بعد به دلت راه نده. آخه چی؟ قضیه چیه؟ تو چیزی میدونی به من نمیگی؟ دیشب چی؟ کریم چی؟ دیشب کریم زده به خونه یه نفر. بابا گله به گوشه جمال تو. خدا تو شکر. تک و تنها؟ بچه رو به من چیزی نگو. واسه خاطر من بوده. واسه خاطر من بود. حالا به خونه کی زده؟ ثابتی.